به شما عزیزان سلام. در آخرین پنج شنبه سال میلادی برای همه شما در ساعاتی مانده به آغاز سال نو میلادی که طبعا بازپخش برنامه رو شما عزیزان، کسانی که بازپخش برنامه رو میبینید در نخستین روز 2016 میلادی است که تماشا میکنید، به همه شما عزیزان چه این ور سال چه اون ور سال جدید سلام و درود میگم. براتون آرزوی سال خوشی رو دارم، برای ایران، برای خاورمیانه و برای همه پاکدلان جهان هر کجا که هستن. در این شماره از برنامه نیز خبرهای ویژه‌ای داریم از جمهوری فقیه، خبرهای ویژه در ارتباط با انتخابات، در ارتباط با آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای و دیدار او از یک خانواده مسیحی، مجازات یک سارق بیذوق در ساری که 4 نارنج را ربود و آلودگی هوای تهران و خبرهای دیگه. با من و شما هستند در پاریس فرانسه آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران، و من همراه ایشون مرور خواهیم کرد خبرهایی رو که در عرصه ولایت می‌گذرد تا این لحظه، تا این ساعت، ساعتی مونده به آغاز سال نو میلادی. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای رضایی سال نو مبارک. در فرانسه به هر حال سال نو، چندین سال نو دارید، یکی نوروز خودمون و بعد هم سال نو میلادی. سلام به شما و خجسته باد سال نو. سلام به شما و بینندگان عزیز، امیدوارم سال 2016 فجایعی که در سال 2015 اتفاق افتاد تمام بشه، که حالا امیدوارم دیگه به هر حال، و همگی دوستان و عزیزان و بزرگواران سال 2016، اونایی که حالا مثل ما زمانشون به روز شمار میلادی با اون تنظیمه، سال خیلی خوب و موفقی داشته باشن. تبریکات اصلی سال نو جدید ایرانیان، البته یه دو سه ماه، سه چهار ماه دیگه است، که دو سه ماه دیگه است. خب آقای رضایی، ببینیدم این که در آستانه سال نو ایرانی هم جمهوری اسلامی یک انتخابات داره در اسفند ماه. این انتخابات رو آقای روحانی همین بس که بگم گفته که بار دیگه مردم حماسه می آفرینند. این مردم ایران که از 22 بهمن ما به این ور کارشون حماسه سازی است، یعنی ما مقدار زیادی هم اتفاقا میتونیم حماسه صادر کنیم این ور اون ور، کشورهای مختلف جهان. قبل از انقلاب حماسه سرای بزرگی ما داشتیم، فردوسی، ولی الان هر روز، وای وقتا هم هر شب، مردم ایران مشغول حماسه سازی هستن. انتخابات، حماسه. اینجا هم آمریکا انتخابات هست، منتها صحبت حماسه نیست. این نشونه برتری ماست، ملت هاج و واج در صحنه ولی حماسه ساز هر روزه. آقای روحانی یه مقداری نمیدونم چرا با تاخیر حرف میزنه، میگه می آفرینند ملت حماسه رو آفریدند. این اولین انتخاباتیه که دو ماه پیش از برگزاریش حدود 90% مردم ایران تو شرکت کردن. انتخابات بسیار باشکوه و دشمن کوبی بود، مشت محکمی به بدترین جای ممکنه دشمن فرضی وارد شد. بیش از 90% مردم در این انتخابات شرکت کردند. حالا انتخابات در اسفند ماه برگزار میشه، ولی الان پیشا پیش در ماه دی 90% مردم این بار به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کردند. هر بار خب میرفتن رأی میدادن، حماسه دیگری و برگ زرین افزوده میشد از این بساطا. امسال این بار که همونجور که آیه
روحانی به درستی فرمود یه خود تو صرف زمان مشکل داشته، این بار به عنوان کاندیدا. حقیقتش من خودم هم خیلی دارم میخواست، یعنی من ترسیدم خندم بگیره، ولی میخواستم برم ثبت نام کنم. ما شاهد بودیم که در سفارت های ایران، جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم دسته دسته همه رفتن ثبت نام کردن. ثبت نام در انتخابات، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در رأس تمام امور، هم انتخابات مجلس خبرگان رهبریه که وظیفه خبرگان رهبری کشف رأس تمام اموره. یعنی اینها رأس تمام امور رو فرستاده خداوند رو کشف میکنند و ایشون میگه که مجلس رأس تمام امور. این بار ما شاهد اقشار مختلفی هستیم. یک چیزی که ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، گفت قبلا 10% مردم، 10% جمعیت ایران میرفتن کاندید میشدن، 90% میرفتن شرکت میکردن که حماسه و دشمن کوب و اینا. این سری 90% کاندید شدن و 10% باقی موندن. برای اولین بار ظاهرا وزارت کشور تصمیم گرفته کاندیداها برن به مردم رأی بدن، یعنی اونایی که کاندیدای انتخابات مجلس شدن برن به اون 10% که داره هی تعدادشون کمتر میشه، فکر کنم غیر از من و شما بقیه دیگه ثبت نام کرده باشن، کاندیداها برن به الباقی مردم، کسایی که به هر دلیلی نتونستن برن کاندیدا بشن، برن به اونها رأی بدن. بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت این شکلی بشه، اوضاع از اینی که هست اگر بهتر نشه قطعا بدتر هم نمیشه. انتخابات بسیار دشمنکوبیه، خصوصا در عرصه مجلس خبرگان رهبری. وظیفه این مجلس، چون به هر صورت یه نقص فنی هم مقام معظم رهبری پیدا کردن، این مشکلات روزافزونی که البته ایشون اخیرا سه شیفت دارن دیدار گرم و صمیمانه میکنن با سراسر جهان به طور خودجوش و نشون دهنده سلامتشونه، ولی خدای نکرده انشالله اگر قرار باشه که ایشون تشریف ببرن به بهشت، احتمال خیلی زیاد در دوران همین مجلس خبرگان پیش رو این اتفاق خواهد افتاد. ایشون اگر که دعوت حق رو به امید خدا به حق 5 به علاوه 1 تن لبیک بگن و تشریف ببرن اون دنیا، این مجلس خبرگانی که داره انتخاب میشه ها، نه اینکه فکر بکنید وظیفش تعیین رهبر آینده و اینهاست، در حالی که الان در حال حاضر بر سر فرستاده خداوند دعواست. مشخصا معلوم نیست که خدا کیو فرستاده. و یک اتفاق دیگری که در عرصه دشمن کوب همیشه صحنه دار مجلس خبرگان رهبری رخ داده، اینکه خب شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوقدان داره. حقوقدان ها که خب هیچی، اونا مثلا کارهای فرعی عکس برن این برنامه بگیرن، نه از 6 فقیه شورای نگهبان 5 تاشون رفتن کاندیدای مجلس خبرگان شدن. بعد صلاحیت کاندیداها رو هم خود شورای نگهبان تعیین میکنه، یعنی ما شاهد شکوفایی حماسه جدیدی بر برگ زرین هستیم. یعنی حماسه ای که میفرمایید دیگه به طور سلف سرویس دیگه نیست، دقیقاً تولید به مصرف، خودشون صلاحیت خودشون رو باید تایید بکنند و برن در کنار سایر بزرگواران. ما یه بزرگوار داریم، یه بزرگوار، اینها به هر حال معدل سنیشون یه چیزیه که فرض بفرمایید اگر حضرت نوح الان اگه بره مجلس خبرگان رهبری ایران نوجوان حساب میشه در کنار سایرین، اینا بزرگوارن. و آقای رضایی عزیز ببینید، اینی که میفرمایید یعنی اعضای مجلس خبرگان خودشون نامزد خبرگان شدند، اعضای شورای نگهبان، یعنی به این شکل. یادآور این داستان هست، اونایی که بینندگان عزیزی که گربه دارن میدونن که گاهی وقتا گربه ها دنبال دم خودشون میچرخن، یه حالت اینطوری سرگیجگی برای خودشون به وجود نمیاره، مثل گربه هایی که دنبال دم خودشون میگردن میخوان بگیرن اون دم رو
سرتای قضیه رو هم بیارن. نه خیر، این حالت برای دشمن پیش میاد. دقت کنید، انتخابات ما دشمن کوب، حماسه باری دیگر، حماسه جدیده و اینا خودشون که دنبال دم خودشون، البته دنبال دمهای خودشون نمیگردن، ولی با این طریق باری دیگر حماسه خلق کردن با استفاده از اصل غافلگیری. الان در حال حاضر اگر خود مقام معظم رهبری بره کاندید انتخابات مجلس خبرگان بشه، دیگه تقریبا همه ثبت نام کردن و دیگه مشکل خاصی نیست. یه دونه آقای مهندس قرضی میمونه که ایشون چون تو انتخابات مجلس ثبت نام کرده، نه در خبرگان، در خبرگان رهبری بره ایشون. ولی یه نکته وجود داره، اولا اینکه حماسه میآفرینیم اینا که تردیدی نیست، مرتب گفتم از 22 بهمن ما داریم حماسه میآفرینیم و اینها. همین الان هم آمریکایی‌ها انتخابات خودشون گذاشتن کنار، چشمی متوجه این هستن که انتخابات حماسه آفرین اسفند ماه ایران به کجا میرسه. این خیلی مهمه، یعنی همه انتخابات ریاست جمهوری رو یه پوز زدن روش، چشمی حواس متوجه تهران. حماسه است دیگه، حماسه که شوخی نیست. اما چرا این آقای روحانی میگه که حماسه میآفرینیم؟ آقای علم الهدا از همین الان از مشهد میگه که فتنه که در راه هست برای انتخابات و اینها خیلی از فتنه 88 هم بدتره. و کدوم یکی درستر میگه یا درستر تر؟ بهش میگن فتنه اکبر. از زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی رفت ثبت نام کرد برای مجلس خبرگان، ایشون بر صورت در جهان حرکت شایسته ایشون باز مشت دشمن کوب دیگری بر ناموس دشمن فرضیه که یه جایی رئیس مجلس خبرگان میره اول از سمت خودش خلع میشه، البته طبق یک انتخابات کاملا آزاد، بعد یک روح سرگردانی به نام آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان میشه که ایشون بعد از 80 سال که در کما بود بالاخره رضایت میده در میگذره و مجلس خبرگان رهبری الان رو هوا وله تا ایشالله انتخابات بعدی. از زمانی که ایشون رفت و خصوصا نوه امام آقای حسن خمینی، ما سه حسن بسیار تاثیرگذار در ایران داریم، البته یکیش در جهان، این هم در جهان، حسن روحانی، حسن خمینی و حسن و لوبیای سهرامیز، اون حسن این حسن خمینی رفت در انتخابات ثبت نام کرد و اول همه خندهشون گرفت و اینا. کمی ما یه گزارشگر بسیار با سواد تلویزیونی هم داریم به نام جواد خیابانی، ایشون مثلا در طول 90 دقیقه گزارش فوتبال میتونست به تنهایی در طول یک نیمه اسم تمام شهدای جنگ رو ببره در 45 دقیقه فقط. ایشون هم رفته ثبت نام کرده، به هر حال بعد از ایشون که خیلی باعث ایجاد نشاط و خنده شد آقای حسن خمینی. و این اردوکشی که آقای رفسنجانی برای تصرف مجلس خبرگان داره و چیزی که آقای رفسنجانی فکر میکنه این که اگر خدای نکرده به حق 5 تن به علاوه 1 مقام معظم رهبری از دار فانی بره بالا و خداوند دقیقا نگفته باشه که چه فرستاده ای رو برای هدایت ما تعیین کرده، اون وقت رهبری به صورت شورای، یعنی یه چیزی که همه آقای فتنه اکبر 20 سال خودشو کشت که اینجوری بشه، بعد از اون خاطره که تعریف کرد کشت که اینجوری بشه که رهبری به صورت شورایی در بیاد، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نماینده از شورای نگهبان. نماینده شورای نگهبان که معلومه کیه، رئیس جمهور هم که حسن لوبیای سهرامیز و خودش هم که اگه بشه خبرگان که خیلی خوش میگذره. این تئوری است که داره باعث میشه که دشمن ضربات بیشتری بخوره در این دوره از انتخابات، یعنی دشمن الان داره یک جاهای جدیدیش ضربه میخوره. آیه چالنگی، شما و بینندگان غریبه نیستید
دشمن ضربه هایی خورده که اصلا نمیشه گفت، یعنی به جاهایش این دفعه ضربه زدن که استغفرالله. ولی آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، که من واقعا یک بار دیگه اگر اجازه بدید که آرزو بر جوان عیب نباشه، من آرزو کنم که ایشون به عنوان به جای نماینده ولی فقیه خود نماینده ولی فقیه بشه. ایشون در مورد فتنه آقای فتنه اکبر گفته کسی که از یک طلبه یک علامه میسازه، منظورش حسن و لوبیای سهرامیز روحانی، بره خبرگان چیکار میکنه؟ آقای چالنگی مشتی اینجا وارد شد، مشتی وارد شد اینجا که دشمن الان داره همین الان میگرده ببینه این مشته به کجاش وارد شده، که دردش رو داره حس میکنه ولی جاش رو نمیفهمه. دشمنه دیگه. بله. ولی کسی هم گفته بود، از آقای مصباح بود یا کسی دیگه، که آقای رفسنجانی قصد داره اشارش به احمد حسن خمینی بود که یک ویروس رو وارد مجلس خبرگان کنه. یکی میگه علامه، یکی میگه ویروس. ویروس به این گندگی هم میشه؟ نه، اون مشکل حل شد. بعد درست میگه چون اونو بلا فاصله قرار شد که روی مدرسه خبرگان یه آنتی ویروس نصب بکنن و همه ویروس ها رو کشف، شناسایی و جهت اعتراف و عوامل مربوطه و مشت محکمی به جای دیگری از دشمن وارد بشه. اون مشکل گفتم با یه آنتی ویروس حل میشه، مخصوصا آنتی ویروس های وطنی. الان هم طرح واکسیناسیون نماینده های فعلی در مجلس خبرگان، الان یک گرفتاری بزرگی که جامعه پزشکی کشور برای مقابله با شیوع ویروس در مجلس خبرگان داره اینه که نمیدونه به کجای اینا واکسن بزنه، چون اینا به همه جاشون یه شلنگی، سیمی، سوزنی، نمیدونم آمپول، یه چیزی وصله و دیگه جایی ندارن الا یکی دو جا که خب اونا هم برای مشت محکم و ایناست که نمیشه به اونا واکسن. بعد حالا باید ببینیم که به چه صورتی، به چه شکلی در میاد. ما شاهد بودیم که ظاهرا یه خانم 18 ساله ای رفتن برای خبرگان ثبت نام کنن، بعد گفتن شما اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اومدم اعتراض کنم. یعنی دیگه یک روش بسیار مدنی، هم برای خنده، هم برای اعتراض، هم برای خود من. گفتم خدمتتون خواستم برم ثبت نام کنم، ترسیدم خندم بگیره اونجا، یارو بگه اینجا رو پر کنم خندم بگیره و خدای نکرده دشمن ضربه نخوره. در اون لحظه بر صورت شاهد یکی از دشمن کوبترین انتخابات پس از شکوهمند اسلامی انقلاب مردم علیه ملت، یه همچین چیزایی هستیم. خب دشمن که از رو که نمیره، ما اینجا صبح تا شب دشمن میبینیم، همه فکر و ذکرش، تمام روزگارش، حتی موقعی دارن سگ میچرونن بیرون آدم گاهی برخورد میکنه، همینطوری نزدیک که میشی زیر لب میبینی داره اورادی رو میخونه، میخواد دفع کنه این حماسه هایی که از طرف تهران میاد و اینها. اما چرا آقای جنتی نگران شد وقتی که افراد زیاد ثبت نام کردن؟ راه حلش این نیستش که یه خود مجلس خبرگان وسیع ترش کنه، حالا یه اتاق خواب درست کنن، اونایی که میخوان بخوابن که معمولا خواب هستن خب اونجا میخوابن، هرچی، ولی وسیع ترش کنن، نماینده های بیشتر بیان، الان مردم تعداد بیشتری ثبت نام کردن. آقای جنتی نگرانیش از چی بود؟ استقبال این همه نسل جدید، همونطور که اشاره هم کردید، دختر جوانی و حتی دو قلوهایی که رفتن شرکت کردن، یه چهار تا کلنگ بزنن مجلس خبرگان بفرمایید، این همه خبره. یکی اینه آقای رضایی، یکی هم خبرگی در جمهوری اسلامی مگه سابیدنی هست؟ ازش کم میشه؟ یکی 10 سال 15 سال پیش خبره بود، الان دیگه نیست. شور میره خبرگی در جمهوری اسلامی مثل لباس، مثلا پاچه به اصطلاح نامرغوب چی هست؟ بله، ببینید من از آخر صحبت شما بخوام شروع بکنم. ما یک چیزی رو در حوزه علمیه داریم، یک سطوح تحصیلی بسیار عالی و والایی رو در
حوزه علمیه داریم که شما میفرمایید که آیا خبرگی سابیدنیه یا چیه، آبرفتنیه یا چطوری. هر کسی متناسب با کاری که میخواد بکنه یک مدارج رو در قم طی میکنه اولش. مثلا من برای شما یک مثالی میزنم، آقای علی محمد بزرگواری، نماینده بسیار بزرگوار کهکیلویه و بویراحمد، که یه بار با چماق لری در صحن علنی مجلس دشمن فرضی رو تهدید کرد و باعث شد تمام دشمنان فرضی فرار کنن، ایشون مدرک تحصیلیش، یعنی تحصیلات ایشون یا مدرک کفایتین علوم حوزوی داره. بنده خیلی در این مورد تحقیق کردم که کفایتین یعنی چی؟ یعنی روزی که ایشون تشریف ببره اونجا ازش میپرسن، میگن آقا چی کاره میخوای بشی؟ میگه نماینده مجلس. بعد تا یک جایی این علوم حوزوی رو این همینجوری مدارج رو طی میکنه، میگن اینجاش دیگه کفایت میکنه، مجلس دیگه گفتی آره، مجلس خبرگان یا شورا، میگه نه شورای ملی از کوهکیلوی آره، پس اینجا کفایت میکنه. بهش مدرک کفایتین میدن. این آدم پس فردا بزنه و بخواد بره جای دیگری، نظام اسلامی بسیار دقیق و مدارک اینها رو دوباره بررسی میکنه، یعنی نگاه میکنه میبینه مدرک این در اون زمان برای این کار کفایت میکرده، بهش کفایتین دادن. ثابیده نمیشه، بلکه چون بر صورت تعالیم و اندیشه هایی که ما داریم بسیار بروز و مترقی هست، بر حسب نیازهای روز جامعه اینا باید برن یه بار دیگه تو حوزه تا یه جای دیگه یه تحصیلاتی بکنن که کفایت کنه برای کاری که میخوان بکنن. بله الان کفایت نمیکنه. مثلا آقای فتنه اکبر، اکبر فتنه الان بهش میگن، ایشون الان در حال حاضر کفایت نمیکنه. یعنی قبلا به عنوان رئیس مجلس خبرگان کفایت میکرد، یه دور دیگه الان باید بره قم آب بندیشه، بیاد ببینن کفایت میکنه یا نه، یا مثلا روم به دیوار خدا. یعنی چجوری آب بندی میکنن در قم آقای؟ اونو دیگه اجازه بدید که لالا زبون ما لالا حالا ولش کنید آقای چرنگ، اون دیگه واقعا در تخصص ما نیست، یعنی من دیگه نمیخوام بشکافم. بر صورت من اینجوری بگم، آب بندی میفرمایید تخصص شما نیست؟ نخه ببینید دیگه سری مؤمنان مثلا میرم، بله خوب این تخصص تشرف خانه خدا، بله بفرمایید، یه سری از مسلمین و مسلمات رفتن تشرف خانه خدا، داشتن برمیگشتن تو فرودگاه، بالاخره یه آب بندی صورت گرفت، یه همچین چیزی. حالا من نشکافم دیگه، خیلی سربسته. بله خب آقای رضایی عزیز، ببینید آقای خامنه ای اومدن صحبت کردن، آیت الله خامنه ای، که به مناسبت کنفرانس وحدت اسلامی، حالا این وحدت اسلامی در ایران کنفرانسش برگزار میکنه هر سال، مهمانایی هم از مهمانان خارجی که تقریبا خیلی از این مهمانا رو من از همون اول انقلاب به یاد میارم، مثل که مهمانان ثابت خارجی هستن که هستن، به جز شیخ زکزکی نیجریه که گرفتاریای براش پیش اومده فعلا، متاسف اومدن و گفتن که جهان اسلام چنین باید باشه و چنان نباید باشه و ما وحدت ما میتونه دشمن رو، دشمن این دشمن رو به خاک سیاه بشونه. دشمنم که گفتم اینجا همینطوری سگشون رو میبرن به چرونن، میبینیم دعاهای زده حماسی میخونن و ضمناً اون لابلای صحبتاشون میشه تشخیص داد دارن فتنه انجام، فتنه ای به پا میخوان بکنن یا هر چی که هست، و همین صحبت هایی که در تهران همیشه میگن و نگرانن، خب حق هم داره. اکبر و اسخر گفته و ما یه کشور پیشرفته بسیار علمی شدیم و چنین و چنان. بگذاریم از این که افغان های گرامی و عزیز در ایران که پرچمدار ظاهرا وحدت اسلامی هست، به چه روزی افتادن و از چه حقوقی محروم هستن، ابتدایی ترین حقوق خودشون به عنوان کارگرانی که در اونجا در سازندگی نقش دارن، همه اینها به کنار. اما سوال من اینه، ما که این همه دشمن شکن هستیم و این همه هر روز حماسه میآفرینیم، چرا هوای پایتختمون اینطوری شده؟ نکنه اینم کار دشمنه؟ بله این کار دشمن هست، منتها این کار دشمن داخلیه. دقت کنید مقام معظم رهبری از ابتدای سال گذشته خودشو تیکه و پاره کرد که آقا جمعیت رو اضافه کنید. مردم گوش ندادند،
و به این بدبختی افتادن. ببینید اگر در حال حاضر ایران حدود 80 میلیون جمعیت داره که 90 میلیونش در تهران زندگی میکنن، 10 میلیون از تهران مسافرت که میرن جزو جمعیت جای دیگه حساب میشن. مقام معظم رهبری یکی از اندیشه ها و آرمان هاشون خیلی هم تبلیغ شد در سطح کشور، این بود که جمعیت به 200 میلیون نفر برسه حداقل. خب اگر این تعداد به 200 میلیون نفر میرسید، به هر حال تکلیف یه سره میشد، یعنی یا الان تهران کاملا دفن شده بود، یا اینکه ببینید ایشون وصل به علوم خدایی و سماواتی، ایشون حساب کرده بود که اگر ما صد بین 150 تا 200 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم، حساب کنید این هوای آلوده فعلی تهران رو مثلا یهو بیاد 100 میلیون بیشتر از اینی که الان هستن نفس بکشن، خب این هوا تموم میشد دیگه، همش میرفت تو ریه مردم تموم میشد و ما شاهد این آلودگی الان در این حد و با این وسعتش نبودیم. آقای رضایی، مسئلتون اینی که جمعیت کشورم اضافه بشه، اینم بخشی از حماسه آفرینیه یا نه فقط دشمن شکنه؟ این هر دوش با همه، دشمن اول میشکنه بعد حماسه آفریده میشه، یعنی بشکن بشکن غریبیست. پس در این با این حساب دیگه 100%. من یه چیزی رو خیلی کوچولو داخل پرانتز عرض کنم، متاسفانه وزارت بهداشت طبق منویات مقام معظم رهبری عمل نمیکنه. ما گاهی شاهدیم که مثلا آمار میدن، میگن که بر اثر مصرف الکل این تعداد آدم از دنیا رفتن، ولی همون وزارت بهداشت هیچ وقت آمار نمیده که بر اثر مصرف الکل چه تعداد به دنیا اومدن، حالا خیلی تصادفی و اینها. متاسفانه اینا همکاری نمیکنن با آرمان ها، و اگر که یک کمی بر صورت ابزار و لوازم جلوگیری از بارداری و اینها که دیگه از همه جای جمع‌آوری و دسترسی بهش سخت شد و فلان اینها، گفتن ملت به جای کمکاری همکاری بکنند، دشمن رو بشکنند و دک و دنده هم دیگه رو فقط این وسط نشکنن، آرمان ها همینجوری جلو بره. وزارت بهداشت امیدواریم که بیاد با متاسفانه همین دیروز در یک شهرستان خاطرم نیست درست، بر اثر مصرف الکل سمی چند نفر کشته شدند. وزارت بهداشت اگر رسیدگی بکنه الکل سالم در اختیار مردم قرار بذاره، میدونید جمعیت چقدر زیاد میشه. اینو فقط اینکه چه تعداد جمعیت ایران کم میشه رو میگن، اینکه چه تعداد زیاد میشه رو نمیگن. یعنی همکاری بکنن برای تولید مثل و بالا رفتن جمعیت، منظور شماست نیست؟ به هر حال هر فرد انسان یک مقدار هوایی رو در طول روز تنفس میکنه که میتونی آلودگی ها رو بکشه توی ریه‌اش، و بر صورت اگر زنده بمونه که حالا موند، اگر نمونه هوای تهران آلودگیش خلاصه رفع میشه. گفتگو میکنیم با آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران در فرانسه. پیش از اینکه ادامه بدیم، من یک نکته رو دو نکته رو اشاره بکنم. به قول آقای کمالی معلم شیمی ما، میگفتش که دو مسئله دارم میگم، دومیشون مهمتره اول میگم. هر وقت ما میگفتیم که آقا این خب همین اولی رو بگید دیگه، چرا دومی رو میگید اول میگیم، میگوش تو شیمیت خوب نیست زیاد صحبت نکن، ما زیاد صحبت نمی کنیم. اصطلاحی رو به کار بردم، این که درست‌تر این ملهم از پیشنهادات فرهنگستان هست با لغاتی که ساخته. ما چون در جمهوری اسلامی درسته که یک نوع دموکراسی نوینی ما اختراع کردیم و تقدیم به بشریت کردیم که امت همیشه در صحنه میرن و هر چند سالی بین بد و بدتر انتخاب میکنن، این خب دموکراسی است، یه نوع دموکراسی اختراعی اولاد کوروش و داریوش و کمی هم علامه مجلسی چون اختراعی کرد. اما بقیه امور، چون دموکراسی غربی است به هر حال، بد و بدتر، بقیه امور ما بد نداریم، یا درست داریم، درست تر داریم و درست تر تر. این میشه همجوار پیشنهادات تازه فرهنگستان. در ادامه برنامه، آخر برنامه دقایق پایانی، به
چند پیام شما عزیزان در ارتباط با تفسیر خبر پاسخ خواهیم داد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای رضایی، به مقام آقای خامنه‌ای اشاره کردید، بسیار خوب گفتن نماینده الله بر زمین، بسیاری هم گفتن که تنها نعمتی است که تنها شامل حال ایرانی ها شد. آقای هادی صادقی معاون فرهنگی صادق لاریجانی هست، معاونت قابل توجهی، ایشون هم که گفته پیامبر هم اشخاص متخلف را حصر میکرد، یعنی منظورش آقای خامنه‌ای اگه اون آقای موسوی و کروبی رو حذف کرده پیامبرم از این کارا میکرد به گفته ایشون، ما حیرت میکنیم که به اعتقاد شیعه وقتی پیامبر هم به اعتقاد شیعه جانشین خودش انتخاب کرده، چرا آقای خامنه‌ای هم با پیروی از این استنباط و این روایت شیعه خود ایشون حالا این همه زحمت به خودشون و خبرگان میدن و اینها جانشینش رو چرا انتخاب نکردین؟ بماند بس. اما همین آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، رفته به دیدار یک خانواده مسیحی و کیک خوردن ایشون نکته جالب توجهی بوده. خب رفتن مثلا فرض کنید در کهگیلوی برهمد اون طرفا، جایی که آقای خامنه ای با هلیکوپتر نشسته، رفتن اونجا رو یاد بود درست کردن، یه دیگه هم میرن زیارت، یا جایی که رفته سر کوه سنگی نشسته ایشون استراحت کرده، کارهایی که پیش از این نمی‌شده در پیش از انقلاب برای هیچ مقام و هیچ چه مذهبی چه غیر مذهبی، اونجا هم سنگو نشونه کردن، یه عده‌ای هم میرن دستی میمالن، تقاضایی میکنن، لابد اعتقادات دارن. من نمیدونم، وارد اون بحث نمیشیم فعلا. اما من پیش بینی میکنم که ممکنه شیوه کیک خوردن ایشونو کیک سازان فرانسوی و آمریکایی مورد استفاده بدن دشمن، و یکم اون چنگال مبارک رو، نه حسنی مبارک، چنگال مبارکی، چنگال ایشون که از نظر پیروان مبارک هست، بعدن یکی از زیارتگاه های پیروان ولایت فقیه بشه. تفسیر شما رو میشنویم. بله، رفت ایشون و در کنار یک درخت کازی کریسمس کیک تناول فرمود و در همان حال حضرت فرمود که چقدر کیک خوشمزه‌ایه. یکی از فیلمبرداران همیشه صحنه‌دار حاضر در محل بلافاصله شروع کرد از کیک خوردن ایشون و از خود کیک و اینا چیز کردن، و مادر شهید هم بله داشت هم وسط میگفت که ببخشید خونه ما کوچیکه اینها، که حضرت در حالی که همینجور میدونید یک حالتی خدای نکرده از طرف دشمن، من همینجا شنیدم توی حالتی شبیه لنبوندن بود، کاملا مفهوم صحبت نکرد، یعنی اون لحظه اومد بگه که شما دلتون باید بزرگ باشد، چون میلون بود اینا، و به هر حال ایشون 4 دست دندون هم داره که توی لیوانهای متعدد میذاره اینها، در همون حال کیک و داشت میخورد، خوشمزه بود و اینا. این بعد از هجرت پیامبر که مبدع تاریخ قرار گرفت، کیک خوردن ایشون بزرگترین اتفاقی بود، و وسط اون اتفاق بزرگ ایشون حساب کنید یا دنیا گفت دلتون بود و باشوند و یه توصیه های دیگه فرمود، ولی همینجوری به تناول کیک ادامه دادن. امیدوارم که با اون چنگال بتونن اون چنگال رو، خب میتونن تو موزه آستان قدس رضوی نگه دارن، ولی بهترین کارش اینه که اون چنگال رو بدن به دست همین آقای سردار فیروز آبادی، که چند وقت من نمیدونم چرا حرف نمیزنه، بره در خلیج فارس بکنه تو چشه دشمن با همون چنگاله. اصلا میتونه با اون چنگال دشمن رو هوا بلند کرد. اصلا دیگه با چنگال قبلا گاهی پیش میامد ملت قهرمان ایران سالیان بسیار دور، وقتی کلید در خونه رو یادشون میرفت با خودشون برای با چنگال با میکردن میرفتن تو. الان بعد از این کیک که ایشون با چنگال و به این وضوح که در فیلم نمایش داده شد
مورد تناول انجام دادن، جا داره که یا کار دیگه این که اصلا به نفع اقتصاد اسلام و مسلمین هم باشه دورش یه ذریحی چیزی چیکار، ملت برن اون تو پول بندازن رو چنگاله و اتفاقا مطمئن باشید شما اون چنگاله از محل نشستن ایشون و محل فرود هلیکوپتر ایشون و اینا بیشتر حاجت میده تا سنگه. یعنی اینی که کیک رو خوردن و گفتن بسیار شیرینه، گفتن خوشمزه است، اینا کیک خوشمزه ای خیلی خردمندانه بود و اینا گفت هیچ کس تا الان شیخ ما این است. بله کیک را خورد و گفت شیرین است یا نه چی. بله و بنابر این آقای رضایی عزیز ببینید در جمهوری اسلامی یه سری پرونده ها هست که به عنوان سریال های پرتماشاچی و تعقیب کننده و اینا دنبال میشه، مثل پرونده بابک زنجانی چه کسایی پشتش هستن نیستن، بعد دیگه وارد یه مراحل آلفرد هیچکاکی میشه که یک سری میم ر دال و ساد زاد اینها وارد میشن که اسامی معلوم نیست کیا هستن، اونها معلوم میشه دست داشتن در چون این پرونده های مبالغ ناچیزی هم خب جابجا شده این وسط، میلیاردها دلار که اصلا قابل نیست که حرف بزنید. ما خوشبختانه با تحقیقاتی که کردیم 500 تومنشو پیش شما پیدا کردیم. دقیقاً. هیچ. بعد این وسط یک بابایی پا میشه میره 4 تا نارنج میگن بسیار سرقت کرده. این نشون دهنده به نظر شما بی استعدادی ایشون نیست؟ یعنی در شرایط این همه امکانات فراهم شده که شما میتونید به میلیاردها دست پیدا کنید، به میلیون ها دلار حداقل، بعد اون وقت میرید 4 تا نارنج، حق دارن دیگه واقعا به جای اشک رهبر جمهوری اسلامی خون گریه کنه که این همه امکانات و شرایط عالی فراهم کرده برای بروز استعدادها. یعنی میشه بستنی فروخ گذاشت کنار، اومد ظرف چند سال میلیاردها دلار در اثر استعداد، امکانات بسیار زیاد یا کارهای دیگه. نه برید 4 تا نارنج برداری، آبروی ولایت فقیر رو میخواید ببرید؟ نمیخواد واقعا این عامل دشمن نیست به نظر شما؟ وقتی رهبری داره میگه ما این همه امکانات فراهم کردیم، ما پرچم‌دار دنیای اسلام هستیم، قبل از انقلاب ایران یک کشور عقب افتاده بود و بسیار عقب افتاده، ما الان این همه پیشرفت کردیم، خب حق داره خون گریه کنه. تفسیر شما رو میشنویم و واقعا این مرد سارق نارنج رو. بله با خبر شدم در ساری یک نفر رفت 4 تا نارنج دزدید و بلافاصله توسط قوای ظفرمند اسلام دستگیر. و دو چیز رو این نشون داد، اول اینکه خب نه ایشون هم ممکنه مثلا فرض بکنید اسمش الان اسمال چالیسی رابی باشه، ولی همین فرد همین تو همین خط حرکت بکنه، اسمال چالیسی رابی الف چه سین یه 10 سال دیگه اسم شما خواهیم شنید، بر صورت سایر اون عزیزان و بزرگواران هم از به هر حال تخم مرغ و نارنج و پرتقال و سیب و شلیل و اینا شروع کردن، اولش اینجوری نبود که برم، بعد بر صورت با یه دوستان دیگه یا اینا. دوم این سیستم کاملا نشانگر این هست که خب قوه مستقل قضاییه ما عدالت علی رو با چه دقتی اجرا میکنه. ایشون محکوم شده به حبس و از اون مهمتر برگردوندن 8 تا نارنج. بله 8 نارنج، 8 نارنج در واقع دزدیده بود. بله بسیار نکته مهمی است، یعنی اینکه ایشون این دفعه که رفته 4 تا دزدیده، حالا پرونده های قضایی سابقه ایشون رو ما نداریم، شاید دفعه قبل 2 تا دزدیده بوده به پرداخت 4 تا نارنج محکوم شده بوده، این دفعه رفته بود 4 تا به دزده به پرداخت 8 تا. یعنی قوه قضایی حمایت میکنه از یه همچی استعدادهایی، میگه 4 تا دزدیده دفعه دیگه برو 8 تا بدوز. خب این دفعه بعد همینجوری محکومیتش سنگین تر بشه، مثلا یه جعبه نارنج باید بدزده، بعد یه باغ نارنج باید بدزده، نمیدونم فلان، بعد از طریق اینها همینجوری یه دفعه دیدید که همین به همین راحتی شد الف چه سین. سایرین هم از همین جاها شروع کردن، همین زمین خاکی ها شروع کردن، سیستم قضایی حمایت میکنه. جدای از این که من تو ساری نمیدونم واقعا تو دادگستری ساری چه اتفاقی داره میفته،
تیر ماه همین امسال سریعتی که زمین یه دعوایی بود و فلان رفته شکایت داد، دادگاه احضاریه فرستاده برای محمد رضا شاه پهلوی، دادگاه ساری خانده محمد رضا شاه پهلوی، مکان مجهول. من نه به دادگستری ساری واقعا نگفتن ایشون محلش الان کجاست چجوری و فلان، ایشون که محلش هر جایی بود الان از بس که ملت گفتن خدا رحمتش کنه و بیامرزه که الان بهشته، اقلا می نوشن بهشت. بعد محمد رضا شاه پهلوی رو احضار کردن الان در سال 1394، احضار کردن به دادسرا جهت احتمالا توضیحاتی، من مکانم زده مجهول، یعنی تحت پی تو ساری من نمیدونم چه اتفاقی میفته. پیش از این ما یک وزیر کشور بسیار شایسته ای داشتیم دوره آقای احمدی نژاد که یه دوره یه سری دشمن ها میگفتن که میخواد دست ببره توی انتخابات و اینها. در همین دادگستری ساری ما پیش از این در دوره آقای احمدی نژاد کسی رو داشتیم، وزیر کشور بسیار توانمندی داشتیم به نام عوض علی کردان، که ایشون به دلیل ازاله بکارت محکوم شد، محاکمه شد و بعد به وزارت کشور رسید. بسیار بزرگانی از دادگستری ساری اومدن بیرونای چالنگی. بعد غیر از این سیستم عدالت اسلامی در سراسر کشور پراکنده است. ما دادگاهی داشتیم در استان فارس مربوط به یک فردی در فسا، ایشون کاهو میکاشته. حالا بیان تمام متخصصین علم کشاورزی بیان بگن آقا تو فسا اصلا کاهو عمل نمیاد، به هر حال میکاشته، این بی خود میکنه عمل نمیاد، نه جرأت میکنه کاهو در ولایت فقیه مثلا جایی بگه من عمل نمیاد، همه جا عمل میاد. بفرمایید. بدتر از اون این که یک الاغ میرفته کاهوهای این آدم رو میخورده. عجب. حالا منم بس که خر بوده مثلا میخورده یا چجور بوده. یک بار این کشاورز عزیز میره تذکر لسانی میده به الاغ مورد اشاره و میگه داداش اینا رو نخور، من با هزار بدبختی اینا رو کاشتم. دفعه دوم نفت میریزه خره رو آتیش میزنه، بلا فاصله توسط قوای ظفرمند اسلام دستگیر میشه، محاکمه میشه، محکوم میشه به چی؟ 20 حدیث از معصومین در مورد مهربانی با حیوانات حفظ کنه. یعنی این حفظ کردن حدیث جزء مجازات شده در نظام اسلامی. بعد بدبختی بزرگتر، یارو رفته تقاضا تجدید نظر داده، گفته آقا اصلا معصومین ما در مورد حیوانات حرف نزدن، حالا مگر اینکه اون کسایی که راجبشون حرف زدن و جزء حیوانات بذارن اون که چی، ولی در مورد مهربانی با حیوانات که همین الان در خود نظام اسلامی با یک حیوان یک کسی مهربانی کنه میگیرن 6 ماه میندازنش زندان، سگگردانی 6 ماه حبس داره الان. بعد یارو در فسا بره 20 تا حدیث حفظ کنه بیا تو دادگاه بگه که دیگه خراتیش نزنه. بسیار مجازات بازدارنده ایه. من در آلمان در دادگستری آلمان اینو مطرح کردم به عنوان یک الگو، خیلی گفتم تو رو خدا بیاد اینا رو به ما بگه چون اینجا خیلی پیش میاد آتیش میزنه خر فلا اینا کاهو میخورن، ما این مجازات های بازدارنده رو استفاده کنیم. بر اساس سیستم عدل علی اینجوریه و شوخی هم نداره های چالنگی. حالا شما البته در اونجا برژیت باردو که میدونی یک بنیاد تأسیس کرده سالیان سال برای دفاع از الاغ ها در سراسر جهان، شاید میشه به اونم مراجعه کنن، پرسجویی بکنه که چرا چنین کردن. و نکته از راجب حدیث که میفرمایید آقای رضایی، ببینید خود آقای خمینی جلو چشم مردم بود، حرفاشو زد، ضبط شده ویدئو و همینطور نوار صدا، کاتبان جماران نوشتن، همه اینا هست. از قول خود آقای خمینی حدیث ها و روایت مختلف و متضاد جعل میشه، بنابراین خب جعل حدیث دیگه راجب امامان شیعه که 1000 سال پیش بودن یا چند صد سال پیش کار چندان مشکلی نیست. وقتی درباره فواید شنا کردن و استخر رفتن از پیامبر اسلام حدیث جعل میکنن و به در و دیوار می نویسن، خب بقیه کارا خیلی ساده تره. جت اسکی بر. سپاسگزار هستیم آقای علیرضا رضایی گرامی، با سپاس بسیار از شما.
ممنون از شما. من یک بار دیگه امیدوارم که سال میلادی جدید برای ایرانیان و سراسر مردم جهان سال بسیار خوب و پر از صلح و دوستی و آرامشی باشه. قربان شما و خداحافظ. همینطور برای شما، خانواده شما، و با امید به اینکه روزی روزگاری خودتون داوطلبانه اون 500 تومن مربوطه رو به بیت المال برگردید. حتما. پی میگیریم تفسیر خبر رو. یکی دو پیام داریم که در ادامه برنامه من مایل هستم درباره اونها توضیحاتی بدم. تا لحظاتی دیگر. ما تلویزیون ایران فردا پیام های مختلفی از بینندگان برنامه های مختلف دریافت می کنند که معمولا آقای نوریزاده عزیز در برنامه ویژه این کار به اونها پاسخ میدن، اما من هم مایل بودم که برخی از این پیام ها رو توضیحات بیشتری لازم داره من در اینجا توضیح بدم و اون برنامه رو حتما هر پیامی که دارید بگذارید. همونطور که آقای نوریزاده هم اشاره کردن، مسئولان برنامه ها به مناسبت هایی در صورت امکان چه در اون برنامه پاسخ خواهند داد یا توضیح خواهند داد یا در برنامه های مستقل مثل ما به خاطر تفاوت های زمانی که در پخش برنامه هست بعضی وقتا ارتباط میسر نیست. یک پیام رو که قبلا هم پخش شده با هم میشنویم. لطفا به آقای چالنگی سفارش بکنه موقعی که برنامه تفسیر خبر رو داره اجرا میکنه و از مصاحبه شونده یه سوال آجازه میکنه، دیگه تو حرفش اینقدر نیاد، رشته کلام رو از دست و دهان طرف نگیره. اون طرف گیج میشه چی داشت میگه. این آقا اصلا من نمیتونم، نمیتونه زبان به دهن بیاره، نمیتونه صبر کنه. خداحافظ. فقط بهش بگیم بابا اینقدر تو حرف مصاحبه شونده ندو. خدا نگهدار. خب دوست عزیزمون، بسیار بسیار سپاسگزارم از توجه شما و نظری که دارید. من فقط یه توضیح کوتاه بدم، اینکه برنامه تفسیر خبر برنامه مصاحبه نیست. یعنی اینکه مجری برنامه، چه من چه کسی دیگه، در چنین برنامه‌هایی فقط پرسش کننده نیست. مصاحبه یک خصوصیاتی داره. مصاحبه کننده صحبت های سوالی رو مطرح میکنه، به گوش میشینه تا صحبت طرف تموم بشه. برنامه تفسیر خبر مشابه برنامه تفسیر خبر در سراسر جهان تلویزیون های مختلف وجود داره، یک نوع مناظره است. من بارها شده حتی نشستم در مقام مسئولان جمهوری اسلامی با طرف دیگری که مخالف جمهوری است مناظره میکنیم تا حقیقتی روشن بشه. یک نکته اینه. نکته دوم، متاسفانه این یک عادت بسیار عمومی همه ماست که تمرکز روی موضوع مورد بحث نداریم. در زمینه‌های مختلف مایل هستیم صحبت کنیم، مستقیما به موضوع بحث نمیپردازیم، به حاشیه میریم و در حاشیه از حاشیه به حاشیه‌های دیگه و از موضوع به کلی فاصله میگیریم. وظیفه مجری در چنین برنامه‌هایی این هستش که بحث رو هدایت کنه در همون مسیری هست که باید باشه برای گرفتن نتیجه یا طرح مسئله و موضوعی. یک نکته سوم وجود داره. ما چیزی داریم به اسم زمان تلویزیونی. در تلویزیون در هیچ جا، ما حالا جدا از خصوصیات به اصطلاح فرهنگی ما، زمان تلویزیون هیچ پاسخی در هیچ زمینه ای کارشناسان بیش از 3 دقیقه طول نمی کشه. در هیچ تلویزیون شما در آمریکا یا جاهای دیگه که از کودکی عادت کردن چجور مناظره کنن یا چجور پاسخ بدن، شیوه دیگه ای، البته نه بد نه خوب، بیش از 3 دقیقه به طور تصاعدی توجه تماشاچی از موضوع پرت خواهد شد. میشنوه ولی دقت لازم رو نداره. شما دقت کنید بسیاری از مهمانان گرامی عزیز ما بیش از 5، 6، 7، گاه اگر بحث رو هدایت نکنیم بیش از 15 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنه. بنابراین
وظیفه مجری که خودش میتونه یک طرف بحث باشه مناظره است و نه مصاحبه. اینه که ناچار هست مجری، شما اگه برنامه‌های دیگه، حتی برنامه‌های غیر اروپایی آمریکایی رو توجه کنید، در مناظره ها برنامه‌های شبکه‌های دیگه‌ای که در آسیا و کشورهای خاورمیانه پخش میشه، این اصول در برنامه‌هایی که مناظره هست رعایت میشه، اعمال میشه و بر اساس اون برنامه رو پیش میبره. با همه این احوال بسیار سپاسگزارم از لطف شما و ممنونم این توضیح کوتاه رو هم بدم که ما مقدمات حرفمون معمولا بیشتر از خود اصل حرفه که میخواییم بزنیم. حتی در گفتگوهای روزمره یا بحثا و صحبتهایی که روزمره داریم، که این یک بحث مفصلی است که چرا ما چنین هستیم و این تفاوت ریشهش در کجا هست. سعدی حرف خوبی داره، میگه کم گوی و گزیده گوی چون دور. بله، همونطور که اشاره کردم سعدی این حرف رو زده و این سخن رو، و نمونه بسیار بسیار خوب این موضوع کار ارزنده خود سعدی هست که گلستان هست، که میدونیم نمونه های بسیار درخشان دیگه از گزیدگویی و مهمگویی رو داریم در نسل فارسی. یکی از نمونه های بارز و مشخص اون عبید زاکانی هست. ببینید، هادی خورسندی عزیز، طنزپرداز ارزشمند ما، یک بار اون زمان که تفسیر خبر صدای آمریکا بود، میگفت به طنز، به شوخی میگفت جمشید چالنگی عادت داره، میگه آقا بیاید مغول رو، حمله مغول و پیامداش و اینها رو همه رو شهر بدیم، 15 ثانیه هم وقت داریم. خب این طنز بسیار درخشان درجه یک هادی عزیز است. من بعدا توضیح دادم که اتفاقا میشه چنین کرد، کمان که ما در نسلمون داریم آمده، که پرسیدند، که از مغول پرسیدند چه کردند، گفت آمدند، کشتند، سوختند و رفتند. 15 ثانیه هم نمیشه شرح کامل، دقیق و به اصطلاح نشوندند. حالا میخوایم وارد جزئیات بشیم که چه تاریخی اومدن، چه کار کردن، اول کدوم شهر رو گرفتن، کجاها رفتن، چرا آمدن، پادشاه وقت چه کرد چه نکرد، کشورهای همسایه چه بود. خب این میریم وارد یک بحث بسیار طولانی میشه. ولی اگه سوال این هست که مغول چه کرد، خب جواب مختصر بسیار روشن و دقیق است. با سپاس بسیار از شما عزیزان، منتظر پیام‌های بعدی شما هستیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دنا، دراک، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.